همین موضوعی که اشاره کردیم، حداقل از 5 خانم زینب جلالیان رو به طور مشترک نام بردیم، اما همونطور که داشتیم توضیح میدادیم چرا این خانم ها در زندان هستن، اومدیم به این موضوع اشاره کردیم که خواسته ها و دیدگاه های مختلفی پشت زندانی شدن این زنان بود، که همه از اون خواستگاه حجاب اجباری نمی اومد، هرچند که حجاب اجباری در ایران یکی از اون ستون های جمهوری اسلامی برای داشتن یک اسلام سیاسی، حاکم کردن اسلام سیاسی در ایران هست. به همین دلیل نمیتونیم بگیم که فقط افرادی که در خیابان آمدن زنانی هستند و بودن که خواهان برداشته شدن حجاب اجباری هستند و این موجب یک انقلاب شد. به گمان بنده، بله، مهسا امینی، کشته شدن ایشون نقطه عطفی بود برای ایجاد اون جرقه‌ای که بارها و بارها در موارد دیگه در ایران رخ داده بود که مردم بتونن تو خیابون بیان تظاهرات بکنن. برای مثال گرانی بنزین بود، بعد دیدیم که گرانی بنزین در مشهد تبدیل به یک خیزش سراسری شد. انتخابات سال 88 بود که مناقشه برانگیز شد و سر اون مردم در خیابان اومده بودن رو حکومت رو می‌خواستن تغییر بدن. بنابراین زن و مرد در ایران از هر فرصتی که به دست آوردن استفاده کردن که خواهان سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بشن و حاکمیت ملی به دست مردم ایران بیفته. الان هم جوانان در خیابان هستن، زن و مرد، و تعداد کشته شدگان زن و مرد نمیتونیم بگیم مال کی کمتر بوده، مال کی بیشتر بوده که بخوایم بگیم پس زن ها بیشتر بودن، مرد ها کمتر بودن. نگاه بکنیم ببینیم چه تعدادی از مردها از بین رفتن، اعدام شدن، گلوله خوردن، اونها هم چشماشون رو دست دادن، در شهرهای مختلف بوده، در زاهدان برای مثال فقط مردها در خیابان هستن، زن ها هم اومدن بیرون، ولی در گروه های کوچکتر، در جاهایی که زن ها اجازه داشتن بیشتر حضور اجتماعی داشته باشن و تظاهرات بکنن، ما دیدیم که تجمع زن ها بیشتر بوده. ولی من فکر میکنم که ما نباید اینو زنان مردونه بکنیم، چیز فمینیستی نیست. مردم ایران در طول تاریخ نشون دادن که زنان نقش مهمی داشتن، زنان همیشه بودن و حمایت مردان از زنان در این اجتماع داره نشون میده که مردان هم میخوان این حقوق مساوی در اجتماع وجود داشته باشه. به گمان من این یه چیزی هست برای تمام آحاد ملت ایران، برای برگشتن به همون پیشرفت و اون آزادی که تا پیش از انقلاب 57 داشتن و میخوان دوباره از همونجا شروع بکنن، چیزهایی رو که از دست داده بودن یا متوقف شده بود رو دوباره بتونن به دست بیارن.